من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این سال 1356 سال آغاز رویارویی شاه و مخالفان بود. روشنفکران، رهبران سیاسی و نیز روحانیون از راه تشکیل انجمنها و جمعیتها و ارسال نامه‌های سرگشاده دولت را به ادامه نقض قانون اساسی و حقوق بشر متهم می‌کردند. در پاییز همان سال درگذشت سید مصطفی خمینی فرصتی تازه پیش آورد. در بحبوحه این جریانات شاه دستور داد مقاله‌ای توهین‌آمیز علیه آیت الله خمینی بنویسند که در اطلاعات چاپ شد. احسان نراقی چگونگی ماجرا را 2-3 سال بعد در زندان از قول یک مسئول ساواک شنیده است. گفت پس از اینکه آسد مصطفی خمینی در نجف فوت شد، این جریان وسیله شد که در ایران مجامع ترهیم مرتبا تشکیل بشه و خلاصه عدم رضایت سیاسی به این قسم خودشو بیان میکرد که شاه رو از این بابت خیلی عصبانی کرده بود این جلسات و این مجالس ترهیم. در این ضمن یاسر عرفات یک تلگراف تسلیتی به آقای خمینی در نجف مخابره میکنه. آقای خمینی در جواب یاسر عرفات میگویند که درد و محنت من روزی پایان میگیره که ملت ایران از شر این آدم جابر مثلا فارغ بشه، راحت بشه. اینجوری که این مسئول رو سواک من میگفت، نصیری این مسئول رو برده بوده برای شاه، به شاه نشون میده و شاه میگوید که حالا دیگه باید که جنگ رو علنی کرد با روحانیون و به خصوص با آقای خمینی، برید یه مقاله تهیه بکن. میدن رو دستگاه ساواک مقاله تهیه میکنه و هفته بعد مقاله برای شاه میبره و نصیری شاه میگه نه اینو تندترش بکنید، که بعدم وقتی که مقاله حاضر میشه میگه از طریق دربار بدید که همون دربار هویدا میفرسته برای وزیر اطلاعات که خودش هم گفته اونم میده به روزنامه اطلاعات و اطلاعات هم نمیخواد چاپ کنه و خلاصه بخواد چاپ میکنن و اون جریانی که میدونید در قوم و رفتن تظاهرات کردن در روزنامه اطلاعات و طلاب و درگیری و خونریزی و اینا که بعد دیگه همطور چله به چله ها ادامه داشت. این مقاله شنبه هفته دی ماه 1356 در روزنامه اطلاعات با عنوان ایران و استعمار سرخ و سیاه به امضای مستعار احمد رشیدی مطلق چاپ شد. در این مقاله صریحاً به آیت الله خمینی اهانت شده بود. این روزها به مناسبت ماه محرم و عاشورای حسینی بار دیگر اصحان متوجه استعمار سیاه و سرخ و یا به تعبیر دیگری اتحاد استعمار کهن و نو شده است. سرآغاز انقلاب شاه ملت در روز ششم بهمن ماه 2520 شاهنشاهی استعمار سرخ و سیاه ایران را با یک دیگر متحد ساخت که مظهر این همکاری صمیمانه در بلوای روزهای 15 و 16 خرداد ماه 2522 در تهران آشکار شد. مردی که سابقهش مجهول بود و به قشری ترین و مرتجع ترین عوامل استعمار وابسته بود و چون در میان روحانیون عالی مقام کشور با همه حمایت های خاص موقعیتی به دست نیاورده بود، در پی فرصت میگشت که به هر قیمتی هست خود را وارد ماجراهای سیاسی کند و اسم و شهرتی پیدا کند. روح الله خمینی عامل مناسبی برای این منظور بود. و ارتجاع سرخ و سیاه او را مناسب ترین فرد برای مقابله با انقلاب ایران یافتند و او کسی بود که عامل واقعی ننگین روز 15 خرداد شناخته شد. در تاریخ انقلاب ایران روز 15 خرداد به عنوان خاطره دردناک از دشمنان ملت ایران باقی خواهد ماند و میلیون ها مسلمان ایرانی به خاطر خواهند آورد که چگونه دشمنان ایران هر وقت منافعشان اقتضا کند با یکدیگر همدست می شوند، حتی در لباس مقدس و محترم روحانی. وزیر اطلاعات وقت داریوش همایون بود. بسیاری او را در شمار نویسندگان این مقاله دانستند، اما خود او میگوید که در نوشتن آن دستی نداشته است. مقاله از وزارت دربار سرچشمه گرفت. اون مطلب که شاه روایت اولیه مقاله رو نپسندید و گفت باید تندتر بشه درست است. روایت دوم رو خیلی تندتر تهیه کردن. مطالبی که در مقاله اومده بارها از طرف خود شاه و بلندگوهای تبلیغاتی اون زمان ایران گفته شده، مطالب تازه‌ای نبود که خمینی وابسته استعمار است، ارتجاع سیاه است، مخالف
اصلاحات ارضی است، مخالف اصلاحات به طور کلی است. از قدیم ایران صحنه قدرت نمایی کشورهای خارجی توسط عوامل مذهبی بوده. این مطالبش که همه جا گفته شده بود، چیز تازه نه. هندی بودن خمینی فقط تازگی داشت که اونم باز حرف دروغی نبود. بله خمینی فعالیت ریشه هندی داره. یکی دو تا مطلب شخصی مثل اینکه شعر میگفته قبلا و تخلصش هندی بوده و اینا فقط تو مقاله تازگی داشت. نه مقاله ارتباطی به ساواک نداشت. از دربار در دربار تهیه شد، خود شاه شخصا درش سهم داشت، تعیین کرد لحنش رو که کسی اصلا جرئت نمیکرد چنین چیزی در ایران بنویسه چاپ بکنه بدون دستور شاه، چون به هر حال به موجب قانون اساسی رهبران مذهبی موقعیتی دارند که هر کسی خودش اجازه نمیده. بعدم با اون موقعیت سیاسی ایران امکان نداشت کسی چنین کاری بکنه، لزوم اصلا کسی نمیدید. تو این به اصطلاح عوامانه کسی تو این خط ها نبود. ولی بقیه‌اش همونطور که می‌فرمایید مقاله به من داده شد، من فرستادمش، یعنی دادم به خبرنگار اطلاعات توی فرصت کنگره حزب رساخیز هم بود و اونا هم ایراد کردن، اعتراض کردن که این مقاله ممکن است اسباب زحمت خودشون بشه، نه اینکه اسباب زحمت مملکت بشه. کسی اون موقع اصلا تصور نمی‌کرد که مقاله مملکت طوری بشه. ولی خب از نظر روزنامه خودشون نگران بودن و حق هم داشتن، گفتن در قم اسباب زحمت ما خواهند شد، چون اونا در جریان بودن، در قم تماس روزانه داشتن با آنچه که میگذشت. قم یه پارچه دست مذهبی افتاده بود، یعنی افراطیون مذهبی، چاره‌ای نبود، گفته بودن باید چاپ بشه و باید چاپ میشد. دفعه اولی هم نبود که از اینجور مطالب به روزنامه ها فرستاده میشد از دربار و چاپ میشد. درباره انگیزه چاپ این مقاله هم بسیار صحبت شده. احسان نراقی عقیده دارد که تصمیم از خود شاه بود. شاه حسابش این بود که با آمدن کارتر سر کار و فشارهایی که به اون می آورد از لحاظ آزادی و حقوق بشر و این مطالب، دو مرتبه مثل گذشته مثل سال 41 روحانیت رو به میدون بکشه به عنوان مخالف خودش، اینا رو به زور بیاره رو. و این سیاست شاه. هیچ یک از مقامات هم با این کار موافق نبودن، نه آموزگار موافق بود، نه دیگران، نه به نظر من، نه حتی ساواک. این اراده خودش بود، این ناشیگری خودش بود. متوجه نبود که این بار فقط روحانیت نیست، این مخالفت ها حالت به اصطلاح التقاطی داشته ولی یواش یواش نیروی شده، از چپ و راست و مذهبی و ملی و چپگرها همه با هم مخلوط شدن و یه جامعه مخالفی برای او تشکیل شده. برای اینکه شاه متوجه نبود که این اشخاص هم به مخالفین پین پیوندن و وقتی که تحریک کرد و به زور خواست با توهین به آقای خمینی خواست که روحانیت رو به میدون بکشه، روحانیت تنها نبود، زمین اجتماعی وسیع بود، مخالفت خودش باعث شد. حملات آیت الله خمینی به شخص شاه شدت یافته بود و سخنان آیت الله شنوندگان بیشتری داشت. اینا که میگن باید تو دهنی زد به این آدمی که سلب آزادی از مردم کرده، باید تو دهنی زد به این آدمی که سلطه دیگران را در ایران برقرار کرده و مردم را زیر سلطه ابرقدرت‌ها قرار داده، اینها مرتجعن. اما اونایی که مال مردم ها دارن میخورن به زور و با فشار و سلب آزادی از همه کردن، نه اینا متمدن هستند و اینها دروازه باز آزادی. آیت الله در پاسخ به یکی از پیامهای تسلیت مرگ فرزندش گفته بود: ما در طول 50 سال سلطنت غیرقانونی دودمان سیاه روی پهلوی که مستقیماً و به حسب اعترافات شاه فعلی مأمور اجانب بودند، مبتلا به مصائبی بوده ایم که مصائب دیگر در برابر آن کوچک جلوه می کند. ما شاهد کشتارها، چپاول‌ها و اختناق‌ها بوده ایم. داریوش همایون می گوید این گونه سخنان آیت الله بر شاه گران می آمد. مقاله پاسخی بود به حملاتی که خود خمینی و سخنگویان خمینی در قم گفتند در حمله به شاه. خمینی نوارهایی که فرستاد برای شاید نخستین بار شخص شاه رو مورد حملات خیلی بدی قرار داد، تندی قرار داد. نخستین بار بعد سالها منظورمه. و آیت الله روحانی در قم تا اونجا رفت که گفت شاه منعزل است، اصلا گفت شاه برکنار تمام شد دیگه، از شاه چیزی باقی نمونده. بعد از این مرگ پسر خمینی که نسبت دادن به ساواک که بی ربطه، هیچ ربطی نداشت.
بله اون مقاله مسلماً پاسخی بود به حملات خمینی به شاه و شاه کمتر چیزی رو پاسخ ناگفته میگذاشت. حتی توهین روزنامه درجه سه اروپایی براش یک امر شخصی تلقی میشد و تمام دستگاه اطلاعاتی و خارجی کشور به کار میافتاد برای اینکه به اصطلاح جوابی بون بدن. حالا اون جواب سبب میشد که از همون حمله بزرگتر بشه، اون بحث دیگری است. نه شاه حقیقتاً زخمی شد از این حملات، چون در اوج قدرت و محبوبیت خودش رو میدید و احساس میکرد که اگر زمان مبارزه‌ای هست همون وقت هست. چون شاه اون وقت از یاد نبریم که میدونست که در حال مرگ هست و تصور میکرد که باید کار رو یکسره بکنه از موضع قدرت. برخورد شاه با روحانیت شیعه، یعنی اون قسمتی از روحانیت شیعه که برای در دست گرفتن قدرت مبارزه میکرد، این بار اجتناب ناپذیر بود. این یک مسیری را هر دو طرف میپیمودند که هیچ راهی جز برخورد و تصادم درش نبود. فراموش هم نباید کرد که اون مقاله 5-6 روز 4-5 روز بعد از دیدار کارتر از تهران منتشر شد. کارتر قوت قلبی به شاه داد که براش قابل تصور نبود، خیلی از حدود متعارف دیپلماتیک تجاوز کرد. نشه احساس کرد که دیگه محلی برای نگرانی نیست و الان وقتش است که مبارزه ای که خمینی پیش کشیده و شروع کرده پاسخ بده. به نظر دکتر علی امینی هم این خود شاه بود که اصرار داشت با روحانیون مستقیما درگیر شود. این معایی بود که کسی متوجه نمی کرد که آی صحیح نیست. همین کاغذ که دربار نوشتن به خمینی که واسه اون جنجال شد، اصرار خود شد. نه ارتشی زاده به خود من نرم میکرد که مدتی با شاه بحث کرد که بده این فوشا چیه فلان. از خود این کار از ناحیه دربار زشته. حالا اون نمیدونم شاهنده مهنده این کار رو خیلی خود چون مسئول سه قبول بکنم، ولی وقتی تمام اینا رو به حساب شاه میذارن خب اون آدم مذهبی متاثر میشه، میگه چی میشه و الهو نمیدونستن که این وزرا رو داخل آدم نیستن. پس برای من شاه دستور دیده بنویسن واقعا دستور هم داده بودن که حتما باید بنویسن. اگر نشر مقاله اطلاعات پاسخ اجتناب ناپذیر شاه بود، پاسخ مخالفان هم اعتراض و تظاهرات بود و به گفته حاج محمد شانچی هر کس به دلیلی. البته یک عده افراد مذهبی که به آقای خمینی ارادت داشتند و تقلید آقای خمینی میکردن از جهت مذهبی و عقیدتی خیلی ناراحت شدن و یک عده به اصطلاح یک آتوی سیاسی دستشون آمده بود، آمدن گفتن که چرا شما توهین کردین به آیت الله خمینی و آیت الله خمینی مرجع شیعیان است و مرجع مسلمان و واقعا اون زمان بود. برای که یک روحانی بود که این روحانی تو صحنه آمده بود و به نفع مردم و برای مردم کار میکرد، همه طرفدارش بودن و همه دنبالش بودن و خیلی جنجال به پا شد. جنجالی که از این ماجرا به پا شد چندان وسعت یافت که در واقع نخستین انفجار انقلاب بود و به نظر بسیاری از جمله مهندس بازرگان خطای تاریخی شاه. اونم یه گافی بوده که اونا کردن و اگر این گاف رو نمی کردن شاید اون اندازه وحدت و پشتیبانی نمی شد. همیشه در دنیا هر پیروزی دو عامل داره دیگه، ناشی از دو وجهه. یکی جنبه مثبته، یه کارهایی که شخص میکنه، یه کارهایی هست که حریفش و دشمن میکنه ولی به نفع این تمام میشه. اونم از اون چیزا بوده. ولی خب اون نامه در عینی که مؤثر و مهم و برای پیروزی مفید بوده، اون اندازه نباید براش در مقایسه با سایر رویدادها و سایر اقدامات براش اهمیت قائل شد. روحانیت این مقاله را توهینی علیه خود تلقی کرد. آیت الله شریعت مداری که خواهان اصلاح رژیم و قانونی عمل کردن آن بود از دولت انتقاد کرد و گفت اگر کسی را متهم می کنید باید قانوناً به او اجازه دهید تا از خود دفاع کند. مقامات گفتن بیان و مردم عقایدشون را اظهار بکنن بگوین. گفتن بله اینا گفتید، ولی در عمل او هر چی دلش بخواد می نویسه و اینها اون چی می خواد نمی نویسن. یه وقتی بر خود ما اتفاق افتاد از 4-5 سال پیش، یکی از روزنامه ها یه چیزی نوشته بود که حقیقت نداشت. بله البته روی یه غرض خاصی نوشته بود و وادارش کرده بودن یه چیزی نوشته بود. ما اونا تکذیب کردیم، فرستادیم و قبول نکردن، با اینکه مثلا شاید با ما مثل دیگران معامله نکنن ولی گفتن اجازه نداریم. مجبور شدیم که ما در خارج چاپ کردیم و به اطلاع مردم رسوندیم. گفتیم این کار را نکنیم، اون که نوشته بذار منم بنویسم آخه این چیزی منم این حقیقت نداره، دروغ میگه.
شاید یکی در حق دیگری نوشین دزدی کرده. اجازه بدید اینم بنویسد نه من بابا من دزدی نکردم دیگر. اما او بنویسد این اجازه نداشته باشه، این باعث انفجار میشه. این یک روز صبر میکنه، دو روز صبر میکنه، پنج روز صبر میکنه. این وقتی که در جامعه سرایت کرد باعث انفجار جامعه میشه. نکنید این کار را. روز یک شنبه 18 بهمن در قم اعتراضاتی علیه مقاله اطلاعات صورت گرفت و به گفته علی اصغر حاجی جوادی درس مراجع تعطیل شد و تظاهرات به روز دوشنبه 19 بهمن کشیده شد که در آن عده‌ای کشته شدند. این مقاله اثرش در قم به صورت یک اعتراض شدید حوزه علمیه و مردم و علما و مدرسین در اومد و در نتیجه اینکه دکون بازارها رو بستند و البته چون قم همچنان مرکزیت حساس خودش نسبت به جریانات نگه داشته بود، اونجا زیر نظر مراقبت گارد بود و نیروهای ساواک و در واقع شهر به یک نوع دژ نظامی در این موقع در اومده بود و در نتیجه این بلوا و شلوغی و اعتراض شدیدی که در تمام شهر گرفت، حمله و اعتراض و درگیری و تیر و تیراندازی و دهی هم کشته شدند و در نتیجه دکون بازارها بستند و مردم و طلاب ریختند در منزل آقایان علما، مراجع آقای مرعشی، آقای گلپایگانی، آقای شریعت مداری و آیت الله شریعت مداری. رفتار مأموران انتظامی و اعمال خشونت شدید آنان را محکوم کرد. بدون قانون کسی را نمیشه باید کشت، بدون جهاد خونی را نمیشه باید ریخت. اگر یک خون بدون جهت ریخته بشه در بیقانونی فرق نمی کند که تمام اهل شهر را قتل عام کنن یا یک نفر را بدون گناه بکشن. چون وقتی قانون از بین رفت هیچ کس به حیاتش یا اطمینان نداره. یک اشخاصی را صدمه هایی به اشخاصی زدن، کتک های بی خودی زدن، کتک های کشنده. یک سید اولاد پیغمبر، نوه مرحوم آیت الله میلانی مرحوم، باید در یه دکان بکالی نشسته بودم، اطلاع از هیچ کجا نداشتم، میخواستم یه جنسی بخرم، در دکانم بسته بود. یک مرتبه ریختن تو دکان و بدون جهت حمله کردن بر من که بیچاره را الان بردن نشته تهران. مقصود این است که صحبت اینه، صحبت استعمار نیست. اینها استعمار نمیخواستن که مملکت ما استعماری باشه، ارتجاع نمیخواستن. این تظاهر بدون محرک بوده، بدون اینکه کسی بگوید. این انفجار اون عقده ها بود است که در این مدت زمان آمده و این وظیفه دستگاه بود که این عقده ها را بگشاید و نگذارد، اجازه ندهد که کسی ظلم بکنه، مظلوم حق نداشته باشه از خود دفاع کنه. ما اینو میگیم و اینها میتوانستن که اینا به وجه احسن حل کنن، این جمعیت را اولا به دردشون برسن، اگر نرسیدن اقلن خوب اینها را به وسائلی متفرق کنند. ولی چه جهتی داشت؟ چه جهتی داشت این کار را کردن؟ چرا این کار را کردن؟ یک زنی که پسر جوانش تیر خورده بود، بعد به کسان ما گفته بود که من تا به حال گریه می کردم ولی بعد از این بر پسرم دیگه گریه نمی کردم. پرستادم فلانی پرستاد از ما احوال پوشی کرد. ما به دولت میگیم که ما نمیخواهیم که در شهرها هرج و مرج داغ بیفته و در این فاجعه از تمام شهرستانها بر ما تلفن کردن. گفتیم آقایون خودتون میدونید، وظیفه را خودتون تشخیص بدید. با اینکه ما از اونها نخواستیم ولی بیشترشون تعطیل کردن، نماز را تعطیل کردن، درس را تعطیل کردن. چند تا از شهرستانها تبریز و اصفهان و تهران و خود قم و شیراز و اهواز و اینها همه جا تعطیل کردن، آقایون علماشون و اجمعهم. حمله به راهپیمایان و تظاهر کنندگان قم هیجان و خشم عمومی را در سراسر کشور بالا برد و به گفته مهندس بازرگان اثر این حمله از مقاله اطلاعات هم بیشتر بود. اون مثلا حمله‌ای که در قم کردن و در خانه مراجع تقلید و کشتارها اثرش خیلی بیشتر از اون نامه بود که پشترش چهلوم گرفتن، هر چهلومی خودش شد تازه اول یه حرکت و زاینده یک پدیده نو و که اون سلسله چهلوم ها بود، چهلا بود که همینطور هی
انقلاب رو هم وسعت داد و هم عمق و قدرت و تأثیر داد. و به گفته علی اصغر حاجی‌سید جوادی، به این ترتیب شهرها یکی پس از دیگری وارد صحنه مبارزه شدند. از اون موقع جریان پیوستن شهرها و نارضایتی ها به طور به اصطلاح سیستماتیک بود به یکدیگر در اثر این چهلوم ها، که هر شهری پشت شهر دیگری این بسیج رو میکرد برای چهلوم آینده که وارد صحنه بشه، و در نتیجه این که میشه گفتش که این مقاله در واقع یک قطره ای بود که به هر حال این کاسه لبریز رو سرازیر کرد به طرف انقلاب. مقاله اطلاعات علیه آیت الله خمینی و به دنبال آن خونریزی در قم مخالفان دولت و به خصوص روحانیون را جریتر کرد. حتی آیت الله شریعت مداری که پیوسته جانب احتیاط را مراعات می کرد از رفتار دولت سخت انتقاد کرد. ما از دولت می خواهیم که به داد مردم برسه، به حرفه های حق اهل علم گوش بدن و خادمین را خائن، خائنین را خادم تصور نکنن. این مردم اکثرشون مسلمونن، اکثرشون علاقه دارن، اگر خودشون فاسق باشه ولی امام را میخواد، دین را میخواد، تمایلش رو مذهبه. پس صلاح دولت در این است که اسلام را هر چی میتواند به معنای واقعیش بگیرد، نه به معنای سوری. صلاح در این است که گوش به حرفه های حق اهل علم بدن و داد مظلومین را برسید. و کسانی چون آیت الله صادق روحانی صریحاً از شاه می‌خواستند تا به قانون اساسی و متمم آن مو به مو عمل کند. ما فعلا از موضع قدرت نه به حساب ضعف و ناتوانی، به عنوان مقتدر از دولت چند درخواست داریم و خواسته های ما باید اجرا بشن. اولا اینکه قوانین اسلام باید مو به مو اجرا بشن و هر قانونی که برخلاف قوانین اسلام است، این قوانین باید از بین برد. همین جوری که در مواد از متمم قانون اساسی ماده 1 و 29 و 36 این جهت تصریح دارد به این که قوانین مملکت باید قوانین اسلامی باشد و قوانین اسلام هم باید هر قانونی عرضه بر علما و مراجع تقلید بشد. اگر اونها تشخیص دادن این قانون قانونیست موافق اسلام قابل اجرا و اصلاح قابل اجرا نیست، و حتی شخص اول مملکت اگر بر طبق این قوانینی که علما تعیین کردن و به عنوان قانون اسلام است اگر او اجرا نشود، شخص اول خود به خود منعزل است. اینها باید اجرا بشن. ثانیاً این که تبعیدی های ما، زندانیان ما، اما از اهل علم و غیر اهل علم، باید همه اونها آزاد بشن و برگردن. سوم این که حضرت آیت الله عظمای خمینی باید مراجعت به ایران بفرماین و رفع من از ایشون بشد و برگردن به ایران و رهبری ملت را در دست بگیرند و اداره کنند اینجا را. این هم خواسته ماست. چهارمی این که مسببین این فاجعه از مقام باید عزل بشن و محاکمه بشن و محاکمه شون هم علنی باشد.
در 40 حوادث قم در سرتاسر ایران مراسم عزاداری برپا شد و در برخی از شهرها نظامیان مداخله کردند. در شهر تبریز کار به خونریزی کشید. در ستاد بزرگ ارتشتاران جلسه‌ای برای بررسی علل حادثه تبریز تشکیل شد که ارتشبد قره‌باغی هم در آن جلسه شرکت داشت. در اون جلسه بررسی‌هایی که شد، البته قصوری متوجه رئیس شهربانی هم بود، ولی بیشتر تقصیر رو در اون جلسه متوجه شدیم که مسئول اصلی استاندار وقته که سپهبد اسکندر آزموده بود. خب با برابر گزارشاتی که داده بودن احساس شد که شهربانی هم اونطوری که باید شاید پیشبینی نکرده بوده و اون اقداماتی که میتوانست که شاید جلوش بگیرن نکرده بوده. البته خب بیشتر اونطوری که احساس شد ناشی از این دستور استاندار بوده که گفته بود در مساجد رو ببندن، بسته بودن، راه نداده بودن، یعنی تحریکاتی به این طریق هم پیش آمده بود و این جرقه بوده است که جلوگیری و خشونت و فلان اینها سبب شد که این اتفاقات افتاد. زنجیره روزهای 40 یکی پس از دیگری ادامه میافت. در 40 تبریز مراسم بزرگی در شهر یزد برپا بود که خود به حادثه ای دیگر انجامید. مگر مردم تبریز چه می‌خواستند که جوابشان را با گلوله‌های داغ دادند؟ مردم تبریز مگر چه مالی از کسی طلب کردند که می‌بایستی با مسلسل اینها را درو کند؟ مگر چه می‌خواستند؟ اینها آزادی میخواهند، اینها اجرای قوانین دینیشان که در قانون اساسی خودتان راجع به این صحبت شده میخواهند. ما در اینجا در این محضر مقدس ما همان میخواهیم که مردم تبریز خواستند. ما همان میخواهیم که مردم قم میخواهند و ما همان میخواهیم که مرجع آگاه پربینش ما حضرت آیت الله العظم الخمینی میخواهد. خدایا وجود مقدس حضرت آیت الله العظما آقای منتظری آیت الله طالقانی هر چه زودتر از زندان در نزد ارادتمندانشون بازگردن. در پی این مراسم مردم هیجان زده به خیابان‌ها رفتند که با قوای انتظامی مواجه شدند. و این حوادث یزد که به خونریزی انجامید خود منشأ هیجان‌های تازه شد. خشونت بالا گرفت و سرانجام آنگونه که علی اصغر حاج سید جوادی میگوید در تابستان در اصفهان حکومت نظامی اعلام شد. مسئله اصفهان از اونجا شروع شد که ارتش و به هر حال سربازا شروع کردن به مردم و راننده‌های تاکسی، راننده‌های معمولی یعنی مسافرین، صاحبان ماشین که در خیابان‌ها عبور می‌کردن به زدن و شیشه شکستن و به طور خیلی خشنی روبرو شدن. من اطلاع دقیق تر از این نظر دارم که یه گزارشی هیئتی مأمور شدن به ریاست یکی از سپهبدهای ارتش برای رسیدگی به مسئله اصفهان. گزارشی که این سپهبد در اون موقع داده بود تأیید کرده بود که خشونت شدیدی از طرف ارتش نسبت به مردم ایجاد شده و ماشین‌ها رو شکستن و اینا.
این مسئله با اینکه به صورت یک گزارشی هم برای شاه تهیه شده بود انعکاسی پیدا نکرد که ارتش رو دست به عصاتر بکنه و در رفتارش با مردم محتاط‌تر بکنه، برای اینکه بعدها دیده میشه که در سایر شهرها همین خشونت در مثلا بعد در قزوین، بعد در مشهد، در کرمان به همین صورت ارتش عمل میکنه. یعنی در واقع به یک نوعی نمیدونم جو حساب شده یا حساب نشده فکر میکردن که خب این ضربه ها هر کدوم ممکن است که اثر وحشت و احتیاط و ترس در مردم برانگیزه، خب خود به خود به نفع دستگاه و رژیم خواهد بود، در حالی که در عمل دیده شد که به کلی برعکس بود و هر چقدر شدت فشار آرتش رو مردم شدیدتر میشد حرکت مردم نسبت به آرتش شدیدتر شد. اعلام حکومت نظامی در اصفهان و توابع اوضاع را آرام نکرد. ارتش بود قره‌باغی میگوید حتی دولت دقیقاً نمیدانست آیا سیاست شاه کنار آمدن با مخالفان است یا سرکوب آنها. بعد از اینکه من رفتم به وزارت کشور گزارشی از استاندار که آیزاد بود، استاندار اصفهان، گزارشی رسید که او تقاضا کرده بود که برابر بررسی که شده است، چون مامورین نخواهند توانست بعد از پایان این حکومت نظامی نظم در شهر اصفهان برقرار بکنند، تقاضای تمدید حکومت نظامی در اصفهان را کرده بود. در وزارت کشور گفتیم بخواهید اطلاعات رو از ژاندارمری، شهربانی، هر کدوم ساواک بخواهید و مطالعه کنید ببینیم که چه چیزهایی هست. من همینطوری نمیتونم پیشنهاد تمدید رو بکنم. بعد از بررسی‌های جامعی کردن گزارش آوردن برای من که بله این به تحقیق شد، معلوم شد که مامورین انتظامی این راه رو آسان‌ترین راه برای حفظ نظم چون میدونن این است که میخوان که به همین طریق این موضوع ادامه داشته باشه، ولی اگر حکومت نظامی تمام بشه گرفتاری‌هاشون زیادتر خواهد شد. من گفتم این دلیلی قانع کننده نیست، این درست مخالف اون چیزی است که ما به اون منظور اومدیم که بخواه آزادی اجتماعات میخواییم بدیم، آزادی مطبوعات میخواد باشه که ما دوباره به حکومت نظامی، من این دلیل برای من قانع کننده نیست. بعد گزارش جامعه بردم به هیئت دولت و در هیئت دولت مطرح کردم، همه تصویب کردن که حکومت نظامی تمدید نشود. ولی چند روز بعد، سه روز، چهار روز بعد آقایون آمدن و به ما گفتن که ضرورت دارد در تمام مملکت و اون حکومت نظامی رو به اون صورت کردن. در 27 مرداد، دو روز پس از اعلام حکومت نظامی در اصفهان، شاه با خبرنگاران سخن گفت و اوضاع آن روز ایران را با مرداد 1332 مقایسه کرد و پیشرفت‌های دوران سلطنت خود را برشمرد. اونهایی که در جستجوی ارقام هستن با آسونی میتوانند دنبال ارقام و مقایسه باشند که ما در 25 و 28 مرداد 2512 چه بودیم، چه داشتیم و امروز چی هستیم و چه خواهیم شد. ما به شما نوی و وعده تمدن بزرگ با جزئیاتش رو به شما میدیم و دیگران فکر میکنم که به شما وعده وحشت بزرگ بدهند. باز مقایسهش با ملت ایران. فردای همان روز سینما رکس آبادان آتش گرفت و چند صد نفر کشته شدند. خبر این حادثه از رسانه‌های جهان و از جمله بی بی سی پخش شد. دولت ایران میگوید که حمله تروریستی دیشب را که به مرگ تقریبا 400 نفر در سینمایی در شهر آبادان انجامید رسما بررسی خواهد کرد. بر طبق اخبار رادیو ایران تاکنون اجساد 377 نفر از زیر آوار سینما بیرون آورده شده و گروه‌های امدادی هنوز مشغول جستجوی خراب هستند. سینما دیشب پر از تماشاچی بود که ناگهان تروریست‌ها به هر چهار گوشه ساختمان آتش زدند و از آنجایی که درهای خروجی سینما قفل بود تماشاچیان نتوانستند که از ساختمان فرار بنمایند. خبرنگار بی بی سی در تهران میگوید که این ضایعه پرتلفات‌ترین حریق عمدی بوده که اخیراً در ایران صورت می‌گرفته. دیشب یک سینمای دیگر این بار در شیراز سوزانده شد و انفجار بمبی در رستورانی یک نفر را زخمی ساخت. در هفته گذشته هم 3 نفر در حریق سینمایی در مشهد کشته شدند. در فضای آن زمان همه مخالفان دولت را مسبب این کشتار می دانستند و برخی هم عناصر افراطی مذهبی را عامل آن معرفی کردند. دکتر کریم لاهیجی که جریانات حقوقی این قضیه را پیگیری کرده است میگوید که انگیزه و مسببین واقعی ماجرا مشخص نیست. در یک جامعه‌ای که آزاد بودن
خبر و اطلاعات و محافل خبری و مطبوعات و رادیو تلویزیون وجود نداره، واقعا آدم در هر حادثه اجتماعی نمیدونه که اصل قضیه چی بوده. همیشه دور هر قضیه اینقدر رمز و کنایه و عرضم به حضورتون استتار و پنهانکاری و حدیث و مطلب هست که نمیشه گفت صحیح کدومه و سقیم کدومه. تو این قضیه هم شاید در ابتدا آتش سوزی باز یک حرکت حساب نشده چند نفر عناصر به اصطلاح مرتجع و عقبونده مذهبی قضیه بوده که یک محل فساد و یک محل عیاشی رو به آتش بکشن، ولی از طرف دیگه هم وحشتی که دستگاه و مقامات انتظامی برای مردم به وجود آوردن از نظر نمیدونم بستن اطراف سینماها و حمله و اینجور چیزها، خب باعث شد که این کشتار عظیم صورت بگیره. اون زمان کل مردم، یعنی انقدر رژیم شاه بد عمل کرده بود که هر اتفاقی در ایران و جامعه ایران اتفاق می افتاد مردم گفتن دست ساواک و دست شاه. اون موقع مردم به این نتیجه رسیده بودن که واقعا کار رو ساواک و رژیم کرده. بعدن هم که رژیم جمهوری اسلامی به اصطلاح یه محاکمه‌ای کرده بودن اینها، واقعا مشخص نشد که این قضیه کار کی بوده، ولی خب میدونید که علت اصلی سقوط دولت آموزگار این حادثه بود. پس از این آتش سوزی دولت آموزگار سقوط کرد و شاه مهندس جعفر شریف امامی را به نخست وزیری برگزید. مهندس شریف امامی هدف دولت خود را آشتی ملی و سازش دادن میان طبقات مختلف اعلام کرد. تمام طبقات ما سازش وجود بیاریم، با هم تفاهم پیدا بکنیم، با همه اینها صحبت بشه، بحث بشه، اختلافات برطرف بشه، نظراتی که اونها دارن اون چیزی که صحیح یکی از انتقادات مخالفان، آنچنان که آیت الله صادق روحانی میگوید، تغییر تقویم هجری به تقویم شاهنشاهی بود. نمیدانیم مرتجع ما هستیم که فقط تقاضامون اجرای قانون اسلام، اجرای قوانین مملکت، مراعات اصول حقوق بین المللی. ما مرتجعیم که این رو میگیم، اما اونهایی که احیاء سنن ما قبل اسلام رو میکنن، احیاء سنن آتش پرستی، احیاء سنن کسانی که غیر از زور و قلدری و بدبختی بر ملتشون چیزی نداشتن، جشنهای 2500 ساله میگیرن، ماده تاریخ اسلام را عوض میکنن، اونها مرتجع نیستن، ما مرتجعیم. از نخستین اقدامات دولت مهندس شریف امامی برگرداندن تقویم هجری و لغو نظام یک حزبی بود که همان روز آغاز نخست وزیریش از رادیو تهران اعلام شد. بنابراین اکیداً دستور فرمایه که در مکاتبات و مراسلات و اسناد و مدارکی که از حوزه آن وزارت و ادارات تابعه صادر می شود مفاد این قانون را اجرا و منظور دارند و البته تاریخ شاهنشاهی یا هجری قمری یا میلادی را بر حسب مورد بین الهلالی حکم فرمایند. آقای منوچهر آزمون وزیر مشاور در امور اجرایی گفتند به موجب قانون اساسی فعالیت همه احزاب آزاد خواهد بود و رستاخیز دیگر نمیتواند یک حزب فراگیر باشد. اما هیچ یک از این اقدامات اوضاع را آرام نکرد. دکتر شاپور بختیار انتصاب مهندس شریف امامی را یکی دیگر از خطاهای شاه می داند. اگر که بعد از آموزگار حتی می آمدن و یه وضعیتی درست می کردن که شریف امامی نمی آمد و چی دار، دهن کجی به ملت ایران وقتی شد که یه آموزگاری رو که بالاخره آدمی به فساد مشهور نبود بابا بر می دارن، یه تکنوکراتی بود و یه آدم باهوشی بود، پرکاری بود، چیزی بود، برمیدارن به شریف امامی که قبلن هم بوده و خودش میگه من قمارخانه رو امروز دادم بستن. خب آقا خودت دارشون میکردی در 20 سال، این که نمیشه. اعتراضات ادامه یافت و در روز 13 شهریور که مصادف با عید فطر بود اولین راه پیمایی بزرگ تهران برگزار شد. خبرنگار بی بی سی در تهران در میان شاهدان این راه پیمایی بود. در تهران تظاهرات آرامی که صبح زود از قیطریه در شمال شهر شروع شده بود، ضمن حرکت به سوی قسمت جنوب غربی شهر با پیوستن سایر راه پیمایان از سایر نقاط شهر، تعداد آنها به بیش از 100,000 نفر رسید.
این تظاهرات طرف غروب با آرامش به پایان رسید. تظاهر کنندگان نه تنها با پلیس و سربازان برخوردی نداشتند، بلکه آنها را غرق در گل و بوسه کردند و در حالی که آنها را برادر خود می‌خواندند، در همان حال بر علیه شاه و دولت وی شعار می‌دادند و دعوت به یک روز اعتصاب دیگر در روز پنجشنبه می‌کردند. دکتر سنجابی که به ریاست جبهه ملی انتخاب شده است، امروز در یک مصاحبه با خبرنگار ما این تظاهرات و راهپیمایی‌ها را نوعی رفراندوم ملی خواند. وی گفت که این تظاهرات انضباط، خواست و درایت مردم ایران را به خوبی نشان داد. دکتر علی امینی که از نخست وزیران پیشین ایران نیروی پلیس و ارتش را به خاطر درک احساسات مردم مورد تحسین قرار داد. حتی روزنامه رستاخیز که طرفدار دولت است، امروز صبح در یک سرمقاله به بلوغ فکری که مردم در ابراز نظریات خود نشان داده بودند اشاره کرد. امروز هیچ کدام از مقامات دولتی ایران حاضر نشدند در این مورد اظهار نظری بکنند، ولی تمام روزنامه ها تصاویر تظاهرات تهران را چاپ کردند و عناوینی از قبیل تظاهر کنندگان حرفهایشان را با گل بیان کردند به چشم می‌خورد. به گفته دکتر علی امینی، دولت و شاه از کثرت و نظم جمعیت تعجب کرده بودند. این دستگاهش با هم نمی‌خوند. وقتی من گفتم این روز فطر این جمعیت که به این ترتیب رفته، این سازمان امنیت شما کارش چیه؟ گفت خاک بر سر این دستگاه. گفتم خب خاک بر سر این دستگاه، خب دستگاه چی کار میکنه؟ این نتونه تشخیص بده که این قشرهای مختلف کی هست؟ این هم به این نظم و ترتیب بده این چیزی. برای اولین بار بسیاری از زنان در راهپیمایی عید فطر شرکت کردند. دکتر هما ناطق شاهد این راهپیمایی بود. زنان در انقلاب ایران به اشکال مختلف تظاهرات کردن و به اشکال مختلف مبارزه کردن و بزرگترین بسیجی که زنان کردن توی انقلاب روز عید فطر بود که مسلمان ها ترتیب داده بودن و برای اولین بار بود که میشد گفت که حتی تعداد زنان بر مردها میچربید و اولین بار بود که در یک تظاهرات همه با نه تنها حجاب اسلامی بلکه با حجاب سیاه خلاصه آمده بودن و برای ماها که از دور تماشا می‌کردیم این تظاهراتو، خلاصه یکی از این عجیب‌ترین منظره‌هایی بود که دیدیم. یعنی یکه خوردیم و اینا خانواده‌های این افراد مذهبی بودن که آمده بودن، ولی زن‌های تحصیل کرده و زن‌های روشنفکر که هیچ سازمان و گروهی در واقع پشت سرشون نبود، نمیدونستن که چه خواهد شد، برای خاطر اینکه کسی هم نبود که ازشون طرفداری بکنه یا پناهشون بده. تظاهرات عید فطر آرام و بی حادثه گذشت، اما تزلزل دستگاه حاکمه را فرا گرفته بود و ارتش بود قره‌باغی حضور خود را در وزارت کشور نشانه بحران میدید. همون تشکیل خود دولت آقای شریف امامی به نام دولت اتحاد ملی شروع بحران بگیم، حالا نگوییم تشدید، شروع بحران در مملکت احساس شد و همونطور که من در کتابم اشاره کردم یکی از دلایلش همین برای خود من حضور خود من بود در اون دولت، کما اینکه بلافاصله هم پنجم شهریور دولت تشکیل شد، روز 16 هم یعنی 11 روز بعد اعلان حکومت نظامی شد.